بسیار خوش آمدید آقای ندیمی. خب به ما بفرمایید که این ساخت و سازهای تازه در تأسیسات هسته‌ای فوردو آیا با نظارت آژانس بوده یا یک تخلف دیگه اونطور که دبیرکل آژانس اشاره کرده صورت گرفته؟ این ساخت و ساز طبیعتاً بدون اطلاع به ایران و بدون آگاهی بخش ایران انجام گرفته، هیچ مسئولیتی در موردش ایران نپذیرفته، ولی هنوز مشخص نیست که آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این ساخت و ساز جدید خبر داشته یا خیر، اظهار نظری نکرده. به احتمالش هست که خبر داشته باشه و طبیعتا اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داشته، احتمالا کشورهای غربی هم خبر داشتن از این تاسیسات. ببینید، تاسیسات فوردو از ابتدا هم که ساخته شد بدون اطلاع بوده و بعداً ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مورد خبر داده. در این مورد هم احتمالش هستش که وقتی که به مرحله‌ای از ساخت رسیده، ایران تصمیم بگیره که اونا اطلاع بده، یعنی که به تازگی این کار انجام داده باشه. چرا این ساخت و سازها پنهانی است؟ دقیقاً جمهوری اسلامی با توسعه فعالیت‌های زیرزمینی هسته‌ای خودش به دنبال چیست؟ ببینید، اصولاً تأسیسات فوردو یک تأسیسات زیر کوهستان ساخته شده و فقط به وسیله تونل دسترسی بهش وجود داره، به خاطر اینکه بتونه از بمباران‌های ایالات متحده آمریکا در امان باشه. به نظر میرسه که حدوداً 80 متر زیر لایه‌های متعدد سنگ و بتون ساخته شده و دسترسی بهش به وسیله حتی بمب‌های نفوذگر بزرگ ایالات متحده بسیار مشکل هستش، که مثلا بمب ماب فقط میتونه تا 60 متر به سنگ و بتون نفوذ بکنه. یعنی تقریباً غیر ممکن هست از بین بردن این تأسیسات به جز استفاده از سلاح‌های اتمی. و ایران خب زمانی که در نظر داشت که غنی‌سازی رو تا 20% انجام بده، این فعالیت رو در سایت فوردو متمرکز کرد و احتمال میره که اگر هم در آینده تصمیم بگیره که غنی‌سازی رو در حد بالا انجام بده، این کار مجددا در فوردو پی بگیره. هرچند که طبق قطعنامه 2231 ایران هر گونه غنی‌سازی رو در سایت فوردو نمی‌باید انجام میداده. البته این سایت جدید در داخل مجموعه کامپلکس کوهستانی فوردو نیستش، یه قسمتی هست از در حقیقت زمین رو کندن، دارن یک فونداسیون خیلی محکمی درست میکنن برای یک ساختمون با مساحت 5300 متر و بعدا روش با خاک و بتون خواهند پوشان. یه مقدار از بین رسیدن و از بین بردن این ساختمون نسبت به تأسیسات اصلی فوردو آسان‌تر خواهد بود. اگر کوتاه به ما توضیح بدید، ادامه این روند و کاهش تعهدات برجامی ایران تا چه اندازه میتونه فضا رو به سمت نظامی شدن پیش ببره؟ طبیعتاً هر گونه فعالیت در فوردو فعالیت حساسی تلقی خواهد شد، به خاطر اینکه ایران این کار برای جلوگیری از نابود شدن اون دنبال خواهد کرد. البته همونطور که عرض کردم، سایت جدید در داخل کوهستان نیست و دسترسی بهش آسان‌تره، ولی به نظر میرسه که برای غنی‌سازی یا برای مونتاژ سانتریفیوژهای جدید در نظر گرفته شده. سپاسگزارم از توضیحات شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی از واشنگتن با ما.